درود عزیزان دل دکتر شوبر سابسکرایبرای عزیز دلم و شمایی که تازه با کانال من آشنا شدی خوش اومدی عزیزم در این ویدیو قصد دارم در مورد دکتر شوبر صحبت کنم در مورد خودم جدی میگم میخوام از نظر وزن حجم چربی بدن کیفیت پوست و سلامت کلی خودم رو قبل از رژیم کیتوژنیک و بعد از رژیم کیتوژنیک بررسی کنم میخوایم ببینیم این رژیم کتوژنیک و کاهش مصرف قند و کربوهیدرات که همش دکتر شوبر پیشنهادش میکنه همش میگه برای سلامتی شما خوبه واقعا تاثیرش روی خود دکتر شوبر چی بوده خیلی جالب این ویدیو چون من یک پزشکی هم که این رژیم خودم انجام میدم و دارم به شما میگم انجام بدید آیا این ویدیو میتونه اثبات نتیجه ویدیوی کنار گذاشتن قند و کربوهیدرات باشه برای فهمیدن جواب این سوال مهم بریم سراغ بررسی قبل و بعد دکتر شوبیر و فکر میکنم اولین پزشک ایرانی باشم که قبل و بعد خودم رو تجزیه تحلیل میکنم خیلی جالبه بریم سراغش اما قبلش اگر عضو چنل من نیستی حتما سابسکرایب کن و زنگوله کنارش رو هم روی اول قرار بده هدف من سلامتی شما و خانواده محترم شماست اگرم از این ویدیو خوشت اومد و برات مفید بودش حتما لایکش کن خب عزیزان دارم قبل از شروع رژیم کیتوژنیک بی ام آی بدن من در قسمت آبیسیتی قرار می گرفت یعنی چاقی بی ام آی به معنای شاخص توده بدنیه یک معیار برای سنجش و اندازه چربی بدن بر اساس قد و وزن هر فرد همونطور که در عکس قدیمی من می بینید صورت من توپل پف کرده و چاق به نظر می رسید به علاوه قبقب داشتم در تصویر مشخصه زمانی که شما چاق هستید احتباس چربی و مایعات صورتتون رو متورم نشون میده این رو به شما عزیزانم بگم که چاقی رو شوخی نگیرید فقط یک چیز ظاهری نیستش قدیمی ها میگفتن مرض چاقی ما هم چاقی رو یک بیماری میدونیم این که میگم تنها ظاهری نیست به علت تأثیری هستش که روی اندامهای بدن و عروقتون میذاره مثلا من قبلا کبد چرب داشتم آنزیم های کبدی من AST38 و ALT42 بودن الان خدا رو شک 14 و 8 هستن. پس نتیجه میگیریم رژیم کیتوژنیک برای کبد شما خوبه عزیزان دلم دقت داشته باشید اگر قند خون شما بالاست و قند و کربوهیدرات زیادی مصرف میکنید کبد شما چرب خواهد شد قبل از کیتو من غذاهای ناسالم و تنقلات مزر نمیخوردم که خیلی عادی مثل هر کس دیگه غذا و کلی میوه به خصوص سیب و موز میخوردم چون همیشه به ما گفته شده میوه ها لاغر میکنن و برای سلامتی خیلی خوبن اما دقت نکرده بودم که یک موز 100 گرمی 12 گرم قند داره 23 گرم کربوهیدرات داره من پیش خودم میگفتم میوه خوبه دیگه ویتامین خالصه هر روز سیب و موز میخوردم بعدش می دیدم ای بابا پس چرا وزن کم نمی کنم؟ چرا بدتر چاقتر میشم؟ به خاطر اینکه چیزی که میوه ها در واقع بیشتر به ما میدن قند و کربوهیدراته هم دارن اما اینم هست من هر روز اصل میخوردم اصل خوبه اثر ضد میکروبی داره ضد التحاب و فواید مفیدی هم داره اما اون زمان دقت نکرده بودم 100 گرم اصل 82 گرم قند داره از اون بدتر نمیدونستم کنار کندوی زنبورها برای تورید اصل آب شکر میذارن که فاجعه است برای نهار و شام من همون غذای مادر جانو میخوردم یعنی غذاهای ایرانی خوشمزگیش که بسیار خوشمزه بسیار خوشتم اما اینجا دید من باید دید پزشکی باشه غذای مادر ایران برنج با برنج تهچین زیرشم برنج تهدیگ اون نباشه نونه حالا در مورد برنج و نان یک ویدیو گذاشتم که به شما نشون میده کدومشون از نظر پزشکی بهتر یا بدتره اگر نگاهش نکردید حتما بعد از این ویدیو برید سراغش لینکش رو زیر همین ویدیو هم درج کردم عزیزان دلم بگم براتون که قبلا من همیشه گرسنه بودم همیشه دنبال یه چیزی بودم که بجوم همش دلم یه چیز شیرین میخواست مادرم خدا حفظش کنه خسته شده بود که چرا همش در یخچال و بازو بسته میکنم اگر شما همینطوری هستید همین الان یک تصمیم جدی بگیرید از همین امروز چرا؟ چون هر بار که ما چیزی میخوریم انسولین رو افزایش میدیم پس هر روز داری بارها و بارها با انسولین در بدنت بازی میکنیم خیلی ها فکر میکنن فقط اگر کربوهیدرات یا قند بخورن انسولین زیاد میشه اما مواد غذایی دیگه هم میتونن تحریکش کنن حالا با هر بار افزایش انسولین مانع میشه که بدنت وارد کیتوزیز بشه عزیزان دلم دقت داشته باشید تعداد زیادی افراد دیابتی برای من نویسن که ای کاش ویدیوهای شما رو زودتر میدیدیم برای کنترل انسولین زودی در خصوص روزه مقطعی یا اینترمیتن فاستینگ صحبت خواهم کرد قبل از اینکه دوباره برم سراغ خودم یه نکته خیلی مهم و جالب هم بگم بهتون وقتی کربوهیدرات میخورید و قند ذخیره میکنید در واقع آب هم ذخیره میکنید با هر گرم گلوکوز که به عنوان گلایکوژن ذخیره میشه شما دو سه گرم آب هم ذخیره میکنید بنابراین میتونید ببینید که در گذشته شکل صورت من گرد و پف کرده بوده پس اگر فردی صورت گرد و توپل داره انسارین زیادی داره و کربوهیدرات زیادی مصرف میکنه من هر روز نان، برنج، شاید ماکارونی و بعضی روزها قلات میخوردم کربوهیدرات پشت کربوهیدرات این سبک زندگی مشکلات جدی برای من به وجود آورده بود همونطور که اگر شما کاری برای رژیم غذاییتون انجام ندید ممکنه خدایی نکرده برای شما به وجود بیاره مشکل من اول با فشار خون بالا شروع شد بعدش کبد چرب و تریگلیسیرید بالا دقت داشته باشید عزیزان دلم شما وقتی چربی زیادی داشته باشید این چربی ها شروع میکنن میرن به جاهای دیگه اگر زیادی قند و کربوهیدرات میخوری اولین جایی که شما این کربوهیدرات ها رو به عنوان چربی ذخیره میکنید کجاست در کبدتونه وقتی ظرفیت کبدتون پر بشه چه اتفاقی میفته شروع به ریختنش به اندام های دیگه میکنه یک مثال ظاهری بخوام بزنم قبقب منه که در عکس قدیمی من کاملا مشخصه قبقب چاق تنها یک مشکل ظاهری نیست و میتونه باعث مشکلات در خواب و خوروپف هم بشه حالا بیایید به پوست من نگاه کنید کاملا مشخصه تر و چربتر نسبت به عکس جدید من وقتی قدرت چربی پوست شما مقدار زیادی روغن آزاد میکنن پوست شما هم طبیعتا چرب خواهد بود این روغن سیبوم نامیده میشه حالا چه چیزی باعث این میشه که شما درگیر پوست چرب بشین آندروژن بیش از حد چرا چون انسولین باعث میشه آندروژن شما بیش از حد بالا بره حالا چه چیزی باعث تولید بیش از حد انسولین میشه اینسولین رزیستانس یا مقاومت به انسولین حالا چه چیزی باعث انسولین رزیستانس میشه؟ خوردن بیش از حد کربوهیدرات و قند زیاد این یک زنجیره پیش به سوی بیماریه که با مصرف زیاد قند و کربوهیدرات شروع میشه و با بیماری های قند خونی و قلبی و عروقی تمام عزیزان دلم خود من با رژیم کیتوژنیک میزان وزن بسیار خوبی در مدت زمان بسیار خوبی کم کردم و هدف من از این ویدیو این بود که به شما نشون بدم رژیمی که درش مصرف کربوهیدرات ها به زیر 50 گرم در روز کاهش پیدا کنه و مصرف چربی های سالم جایگزین این مقدار کربوهیدرات بشه یعنی رژیم کیتوژنیک برای سلامتی و کاهش وزن شما مفیده ویدیوی رژیم کیتوژنیک من رو حتما نگاه کنید امیدوارم که همه شما عزیزان دلم همیشه سلامت و شاد باشید و بدونید که دکتر شوبیر برای شما بهترین رو میخواد سپاس گذارم که این ویدیو رو لایک کردید حالا میتونید با ارسال لینک این ویدیو به دوست آشنایانتون بهشون نشون بدید که به فکر سلامتیشون هستید همونطور که میبینید ویدیوهای دیگه ای هم هستن که میتونید به سادگی یک کلیک از مطالبشون بهره مند بشید دوستتون دارم مراقب همدیگه باشید از زیزای دلم بدرود